همراهان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدید. امان گونه که شما در جریان هستین، ما هر هفته پیرامون پرزنت پرویری مثبت و موضوعات از این دست صحبت های می داشته باشیم. تا اکنون موضوعات مختلف پیرامون فرزند پروری مثبت گفته شده. آرزو میکنم که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه و شما نهایت استفاده را از این موضوعات برده باشید. در برنامه قبلی در ارتباط به تنبیهات مثبت بحث شد و بحث تنبیهات مثبت تکمیل شد و خیلی از موضوعات مهم و اساسی گنجانیده شده بود که واقعا کاربرد بسیار اساسی در سطح خانواده داره و نقش بسیار اساسی در تربیت فرزندان داره. به این خاطر یک بحث دیگه که خیلی مهم هست بحث تشویق کردن هست و مهارت تشویق کردن، بحث است که در برنامه کنونی میخوایم که با مهمان خود بحث بکنیم و انشالله که این موضوع هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. و طبق معمول مهمان برنامه ما آقای احمد سعید احدی، استاد در پروژه فرزند پروری مثبت دفتر هیئت معاونت بین الملل هستند و میخوایم که انشالله با ایشان در ارتباط به مهارت تشویق کردن صحبت بکنیم. بسیار خوش آمدین حدیث، وقت شما بخیر. تشکر میکنم از شما و با استفاده از وقت سلام و بخیر از میکنم خدمت تمام دستندرکاران عزیز شما و از طریق این برنامه خدمت تمام بیننده های نهایت گرانقدر. تشکر، بازم بسیار خوش آمدین. تشکر. موضوعات مختلف تال بس کردیم روی از اینا و گفته شد و همون قسم که گفتم امیدوارم که خانواده ها و بیننده های عزیز نهایت استفاده را برده باشن. بحث امروز ما در برنامه کنونی در ارتباط به مهارت تشویق کردن هست که بسیار مهم هست و میتونه که نقش بسیار اساسی داشته باشه در روند تربیت فرزندان. به این خاطر به عنوان اولین پرسش، خب طبیعتاً این سوال مطرح میشه که تشویق یعنی چی؟ دقیقا. خب به خاطر از اینکه ما در چند برنامه گذشته بحث پنج مهارت اساسی و مهم در خصوص با فرزند پروری مثبت شروع کردیم، گفتیم که ما به جای از اینکه از خشونت استفاده بکنیم بهتر اینه که از مهارت‌های جایگزین از او که نتیجه مثبتی هم داره و جلوگیری میکنه از مصاب شدن اطفال نازنین به اختلالات روانی از اونها استفاده بکنیم. اکثرا وقتی که میگین با اطفال نازنین باید خشونت نشه، خب والدین حق دارن میپرسن که اگر خشونت نکنیم چه کار بکنیم. به همون خاطر هدف ما این بود در این برنامه هایی که فکر کنیم 12 برنامه از سلسله برنامه فرزند پروری مثبته که بتونیم راهکارهای علمی و مفید و غیر مضر خدمت خانواده معرفی بکنیم تا با استفاده از این مهارت بتونن اطفال تربیت بکنن که هم از یک طرف دچار اختلالات روانی نشن یا آسیب روانی نبینن و از یک طرف دیگه دوامیت داشته باشه تغییر رفتار اطفال و کمک بکنه در بحث تنظیم به هر حال همون اخلاق در داخل خانواده. همونطور که شما گفتین در برنامه گذشته ما 4 مهارت رو تکمیل کردیم، صحبت کردیم که آخرین برنامه از در خصوص با تنبیهات مثبت بود که 5 دسته از تنبیهات مثبت رو گفتیم. در این برنامه همونطور که شما سوال کردین و به اصطلاح بیشتر هم اشاره کردین، در خصوص با تشویق می‌خوایم صحبت بکنیم و در خصوص با نقش تشویق در تغییر رفتار اطفال. خب سوالی که شما پرسیدین خود تشویق یعنی چی؟ همونطور که از واژه تشویق مشخص هست، تشویق کردن یعنی به شوق آوردن یک فرد او رغبت از او زیاد کردن، تمایل کردن به یک کاری، علاقه از او زیاد کردن. وقتی میگیم میخوایم که از مهارت تشویق کردن استفاده بکنیم، به این معنی که میخوایم طفل رو به شوق بیاریم تا یک رفتار غلط رو ترک بکنه یا یکی یک رفتار خوب رو پس دوباره چه کار بکنه، از یک جای شروع بکنه و تجربه بکنه و رفتار مثبت جایگزین رفتار منفی بسازه. تشکر از شما. معمولا وقتی که بحث تشویق میشه کلمات مترادف مطرح میشه. دقیقا. و خانواده ها در لفظ از واژه های مختلف استفاده میکنن یا در مسئله نوشتاری. یک بحثی که اینجا مطرح است، بحثی است که آیا تفاوت بین تشویق و تمجید وجود داره یا میتونه مؤثری هم میتونه تو باشه؟ وقتی ما در خصوص با تشویق صحبت میکنیم، همونطور که پیشتر گفتم تشویق یعنی به شوق آوردن. چه زمانی ما میخوایم طفل رو به شوق بیاریم؟ چون محور بحث ما سر اطفال هست. مثلا بهتره که در خصوص با همین مسئله بدیم.
میخوایم اطفال رو از طریق تشویق به کجا برسونیم؟ دقیقاً ما میخوایم که طفل به شوق بیایه که یک عمل خوب رو انجام بده. طفل به شوق بیاید تا یک عمل خوب و مثبت رو چه کار بکنه؟ تکرار بکنه تا که تا زمانی که تبدیل به عادت بشه. پس ما تشویق معمولا زمان استفاده میکنیم که طفل میخواییم که یک کار از او پیشرفت داشته باشه، میخواییم روز به روز این کار از او بهتر بشه، میخواییم یک رفتار مثبت در از او ایجاد بشه. ما از چی استفاده میکنیم؟ از تشویق طفل به شوق بیاییم. اما تمجید چی زمان استفاده میکنیم؟ معمولا تمجید یعنی بزرگ شمردن، کلان شمردن. تمجید زمانی استفاده میکنیم که ما اطفال رو داریم که یک کار رو به نحو احسن انجام بده. دیگه نیاز به اینیه که این به شوق بیشتر بیه که تا کار از این بهتر انجام بده، چون دیگه امکانی اون نیست. درسته؟ پس به خاطر از این که طفل نیاز به این داره که مورد تایید دیگرها قرار بگیره، چون کار به نحو احسن انجام داده. مثلا یک طفل که اول نمره شده، اون اگر خواسته باشیم تشویق بکنیم، خب از این بهتر دیگه امکان نداره. اما کار از او باید تمجید بشه، بزرگ شمرده بشه. یعنی هیچ وقت نباید یک طفل که کار به بهترین شکل ممکن انجام میده ایر ما نادیده بگیریم. درست؟ یه چه کار میکنیم؟ کار از این تمجید میکنیم، کار از این بزرگ میشماریم، کار از این قدر میدیم، کار از این ارزش میدیم که کار به بهترین نحو انجام داده. پس تشویق کردن فرق از با تمجید اینه که تشویق به خاطر بهبودی یک کار صورت میگیره، به خاطر که بتونیم یک رفتار علائم مثبت در از او ایجاد بکنیم. اما تمجید زمان استفاده میکنیم که یک کار به نحو احسن انجام میشه، اما به خاطر از اینکه این کار خب از نظر پنهان نمونه و به نحوی از آنها اطفال ببینن که کارهای بزرگ از اونها هیچ وقت فراموش نمیشه، ما بیشتر از تمجید استفاده میکنیم. یک چیز دیگه هم که معمولا در مدارس و مکاتب استفاده میشه بحث تقدیر هست یا اعداد لو سپاس هست برای شاگردایی که اینا درس خوانن یا نمرات خوب میگیرن. این هم میتونه که در واقع نقش بسیار اساسی داشته باشه. حتی یک تری بود ای که مثلا وقتی که طفل در محیط مکتب نمره خوبی میگیره یا یک دستاورد خوبی داره، خود خانواده ها و والدین هم همکاری کنن، مثلا توفیه خود والدین آماده کنن ایر از طریق مکتب برای از طفل بدن. اینا هم میتونه که به نظر من تاثیرات خیلی مهم و اساسی داشته باشه. حتما ما میخوایم که نظر شما داشته باشه. نظر من به عنوان کسی که مشاور هستم در بحث امور تعلیمی و تربیتی اطفال، در داخل مکتب نحوه تشویق کردن یا تمجید کردن کار طفل باید کمک با احتیاط تر پیش بره. برای شما مثال میدم، طفلک خودمه در یکی از مکاتب خصوصی صنف اول درس میخونه، نمرات از او عالی هست، اول نمره صنفه. روز پیش ما آمد گفت بابا جان من دیگه درس نمیخونم. گفتم چرا بابا؟ گفت یک همسنفی داریم که او درس ها خوب بلد نیه، با داخل صنف بره از او جایزه دادن، اما مایی که درس ها خوب بلدیم برای ما کسی جایزه نمیده. خب نکته مهم هم هست، نکته اینه خوب که مثلا پدر یا مادر او طفل درک کرده که طفل از او نیاز به تشویق داره، حالا این جایزه رو آورده به مکتب داده که در سر صنف در حضور دیگه شاگردها این جایزه رو به او بدن تا این طفل تشویق بشه، درست درس از او تقویت بشه. اما غافل از این مسئله شدن شاگردایی که مثلا از لحاظ یادگیری به اصطلاح حالتی دارن که نیاز به اصطلاح توجهی دارن، اینا دیگه من تقریبا میتونیم بگیم اینجا فراموش شدن. یعنی فکر از این نکردن که اگه من طفل من که درس از اون نسبت بده که طفل کمک ضعیف‌تر در درجه پایین تر قرار داره، بیام یه داخل صف تشویق بکنم، اون شاگردایی که انگیزه بیشتر دارن به خاطر از اینکه همه جایزه اونا دریافت نکردن و کس اونا تشویق نکرده، اونا بی انگیزه میشن. خب بهتر اینه که به نظر من البته که اگر ما بخوایم طفل رو تشویق بکنیم، پدر مادر در داخل خونه هم میتونن تشویق بکنن، خود از اونا مکتب میتونه مثلا کاری بکنه که همون حالتی که خود مکتب توقع داره مشخص بکنه، اگر به این درجه رسید ما مثلا به تو یک جایزه میخریم یا به تو یک تحفه میدیم. زمانی که به حالت رسید به همون اندازه درجه‌ای که هست برای از او یک تحفه بدن. اما خانواده بهتر اینه که اگر تشویق هم میکنن در داخل خانه داشته باشن تا یک زمانی نشه شاگردایی که دیگه که در کنار طفل از اونها درس میخونن اینها بی انگیزه بشن، چون طفلا معمولا خیلی عجیب و غریب تفسیر میکنن رفتارها. یعنی مفسرای خیلی به هر حال جالبی هستن، خب کپی میکنن اما بدترین تفسیر کننده هم هستن. فکر میکنن اون شاگردی که از لحاظ درسی ضعیف هست تشویق شده، پس ما اگر به حالت از او برسیم ما تشویق میشیم. درسته؟ پس اونا فکر نمیکنن که این پدر ازی بوده آماده به خاطر که طفل تشویق بشه، این مثلا درس ها از او ضعیف بوده به خاطر تشویق از او کار کردن. فکر میکنن که
او دستاورد بیتری داشته نسبت به از این دستاوردی که خود از اونا میفهمن که نسبت به او شاگرد نمرات بیتری را آوردن. پس این بعضی وقتا میتونه نکات منفی با خود خودشته باشه که ما بهتر است که این متوجه باشیم. یکی این مسئله، یک مسئله دیگه ما در بحث تشویق اطفال داریم که حتی اگر مکتب تشویق میکنه خوبه که جوایزی که میخواد یکسان باشه. مثلا بعضی وقتا با تمام والدین گفته میشه که شما یک جایزه به طفل بخرید، به تمام شاگرد ها هم اگر میده، شما فکر کنین اگر به یک شاگرد شما یک قلم جایزه میدین به عنوان مشوقه، اما به یک شاگرد که معادل از او هست شما یک ساعت میدین یا چیزی میدین که از لحاظ مادی گران قیمتر و جالبتر به نظر طفل میه، در اینجی یک نوع ناهنجاری داخل صف بین شاگردها به وجود میاد که چرا مثلا جایزه از او به شکله، جایزه به این شکله. پس بهتر اینه که ما صندوق داشته باشیم در داخل صف، در داخل مکتب، سعی بکنیم که جوایزی که میدیم به شکل یکسان باشه تا خدای نکرده اطفال تفسیر رو انجام ندن که چرا جایزه از او بهتر بود یا جایزه ما چرا کمتر بود. یک بحث دیگه هم هست، بیشتر خب تمرکز ما روی شاگردای بود که اینا در واقع ممتازن یا موفقن در درسای خود، این که باز شاگرد ضعیف هست و والدین از او تشویق میکنن یک بحث جدایی هست. او هم میشه که به شکل تشویق باشن که در خود اداره مثلا اگه شاگردا حضور نداشته باشن، عمو توفه مثلا با حضور مدیر مکتب یا سرمعلم مکتب برای از او طفل داده شه، او هم میتونه تاثیرات خود خوردشته باشه طبیعتاً، چون وقتی کسی احساس کنه که تشویق میشه شاید یک جرقه بشه یا در واقع آغاز بشه برای از اینکه او یک گام تازه‌تر شروع بکنه یا در واقع متوجه خود باشه و در سای خود بخونه. در واقع خوب هست، یعنی تشویق در کل خوب هست، اما به قول شما باید احتیاط بشه و یک کمک با دقت کامل انجام بشه. انجام بشه. ما یک نکته بس داخل ای است که اگر ما داخل اداره طریق مدیر یا سرمعلم تشویق انجام بدیم، معمولا طفلاشون با هم در رقابت هم. بله بله. اون شاگرد مستقیما میگه سرسه میگه برای من مدیر سایدی ایتون جایزه دادم. من خبر درز میکنم. علی نیست. بیتر اینه که مثلا همون توقعی که طفل داره ما مشخص بسازیم. مثلا بگیم که مثلا یه همسنفی شما درست؟ نگاه کنیم یک کارخانگی خور امروز خیلی مقبول نوشته یا مثلا از کارخانگی خور قبلا 5-6 میگرفته امروز 10 گرفته، به خاطر از اینکه کار از یک قدر پیش رفتشته ما برای از یک جایزه میریم، یعنی مشخص شد که کاری که انجام شده تا کجا رسیده. درست در اساس یک بحثی باشه یا در واقع یک مقدمه وجود داشته باشه برای از اینکه او تشویق بشه و این خیلی خوب هست، یا در واقع یک اجندای وجود داشته باشه برای تشویق از او میتونه که موثر باشه. خب طبیعتاً ما وقتی که بحثی از تشویق می داشته باشیم انواع داره حتما، و خوب هست که ما و بیننده های عزیز بدانیم که می تشویق چند قسم هست و چی انواع داره، و اگر لطف کنین پیرامون از این مسئله معلومات بدین سپاسگزارم. چشم، چرا نه. خب انواع تشویق دو تا هست، خیلی ساده. تشویق های کلامی داریم و تشویق های غیر کلامی داریم. همونطور که از اسم انواع تشویق مشخص هست، وقتی ما تشویق کلامی میگیم یعنی اون مشوقه هایی که بستگی به زبان ما داره نه. کلامی هست. مثلا خیلی وقتا بگیم آفرین، نام خدا، ماشاءالله، شهباز، درسته، خیلی کار مقبول انجام دادی، اینا چیزهایی هست که به کلام ما بستگی داره و معمولا مؤثریت فوری و خیلی خوبی را میتونه داشته باشه. پس یک دسته از تشویق‌های مشوقه ها میتونه مشوقه های کلامی باشه که با زبان ما طفل تشویق میکنیم، زمانی که میبینیم یک عمل داره به مقبولی انجام میده، مثلا از آفرین میگه، ماشاءالله میگه و چیزهایی که اون میتونه به نحوی از آنها تحسین بکنه. و یک دسته دیگه از مشوقه ها تشویق های غیر کلامی هست. مثلا بعضی وقتا میبینیم طفل ما داره درس میخونه، طرف از یک نگاهی میکنه مهرآمیز، یا مثلا طرف از یک خنده میکنیم، یا مثلا خاطر تایید کار از او سر خورده کن میدیم، یا مثلا برای طفل یک تحفه میخریم، یک جایزه میخریم. هر چیزی که جدا از کلام ما هست ما میگیم چی تشویق های غیر کلامی، که میتونه یک اشاره حتی باشه، یک خنده میتونه باشه، و یا یک تحفه، یک جایزه، یا یک حتی وعده که مثلا تو اگر این کارو کردی من تو به پارک میبرم، میبرم به تفریح، میرم خودم به قدم زدن، خودم تلویزیون نگاه میکنیم، برای مثلا یک ساعت موبایل میدم دستتو بازی بکنی با ازو. تمام از اینها میتونه چی باشه؟ تشویق های غیر کلامی. تشکر. البته یک بحثی که وجود داره متاسفانه، بحث تشویق کردن آنچنان که باید پررنگ باشه نیست، یعنی در خیلی از خانواده ها شاید متوجه موضوع نباشن، با وجودی که فرزندشان خب درس خوان هم هست و نمرات خوبی هم کسب میکنه و شاید جدای از او خب
کارهای خیلی بزرگ دیگه هم در سطح مکتب انجام داده باشه که مکتب به او افتخار میکنه چه جا که باز فامیل. میبینیم که خیلی به قصه موضوع نیم، شاید هم امون طفل دوست داشته باشه که هنم امروز که بروم پدرم یا مادرم باید مر تشویق کنه، حتی با لفظ همین تشویق کلامی. متاسفانه این مسئله نیست. حالا چی راههایی ما باید مد نظر بگیریم و یا والدین باید چی مسائل مد نظر بگیرن و یا چگونه بتانن کمی فرهنگ رو نادیده بکنن؟ یک بحث در قدم اول داریم به شکل کلی. هر انسان نیاز به تایید شدن داره. هر انسان شما من حیث یک عضو خانواده اگر بره خانواده کار رو انجام بده، منتظر از این که از طرف اعضای خانواده خود مورد تایید قرار بگیریم. هر انسان صرف نظر از جنسیت از او، صرف نظر از سن از او، درست؟ حتی یک فرد محسن هم یه نیاز به تحسین داره، درست؟ یا اگر در محیط کاری کار به شکل درست انجام بده، مخلصانه، با تعهد، با تخصص، با صداقت، دوست داریم که از طرف اطرافیان خود تایید بشین. هر انسان نیاز به تایید شدن داره. مثلا خانم ها داخل خانه سعی میکنن یک غذای خوشمزه به اعضا خانواده تهیه بکنن. این وقتی که غذا رو آماده میکنن برای خانواده و خانواده نوش جان میکنن، حتما انتظار دارن که مورد تایید قرار بگیرن. پدر خانواده این شکل، اعضای خانواده، هر کدوم از ما شما داخل جامعه، داخل محیط، داخل کار نیاز به تایید شدن داریم. یک نیاز معنوی انسانه. در بحث اطفال این شکل، طفل خب ما در جلسات پیشتر هم گفتیم که اگر عمل انجام بدم که مورد پسند دیگرانی، خیلی زود خانواده ها ایر میبینن، خیلی زود ایر توبیخ میکنن، خیلی زود ایر مورد سرزنش قرار میدن اطفال خو. اما طفل خب خیلی وقتا میخوان کارهای بیان انجام بدن در مهارت توجه کردن. ما این مسائل صحبت کردیم که رفتارهایی داشته باشن که مورد تایید دیگرا باشه، سعی میکنن کارهایی رو انجام بدن که دیگرا از اینو جلب توجه بکنن، اینا تشویق بکنن. اگر این کارو ما نمیکنیم، تمام انگیزه طفل از بین میره. خوبه که ما احساسات طفل خود درک بکنیم، ببین احساسات از اون بفهمیم، ببین به عنوان یک نیاز هر انسان بشماریم که هر انسان نیاز به تایید شدن داره، مخصوصا اطفال. حتی مثلا امروز در بحث تداوی ها چی میگه؟ میگه شما اگه خودی یک عضو بدن خود صحبت میکنین، شما میتونه از طریق صحبت کردن با عضو بدن خود حتی درد خود تسکین بدین، درست؟ شما نگاه کنین که بحث صحبت کردن یا تشویق کردن اعضای بدن خود ما چقدر میتونه توسط خود ما صورت میگه، چقدر میتونه مؤثر باشه، درست؟ حالا چی برسه که ما یک فرد دیگه تشویق میکنیم، چی برسه یک طفل تشویق میکنیم؟ این به خاطر از اینه که ما تمرین نکردیم، کمتر آمادیم مثلا احساسات اطفال خود درک بکنیم، کمتر آمادیم معنویات رو به اصطلاح سر از او صحبت بکنیم. بیشتر سعی کردم در داخل خانواده همون مشکلات جسمی یا نیازهای جسمی اعضای خانواده مخصوصا طفل خود برآورده بکنیم. یعنی از لحاظ بود عاطفی یک مشکل اینه که ما از لحاظ عاطفی واقعا او شکلی که باید رشد میکردیم رشد نکردیم عموما در داخل جامعه. چون ما یک مسئله IQ داریم که همون ضریب هوشی یا ذهنیت افراده، یکی EQ داریم یعنی ایموشنال کوالیتی، یعنی کیفیت عاطفی. اگر ما از لحاظ عاطفی کیفیت از او درست باشه، کیفیت درست داشته باشیم، ما به احساسات هر فرد احترام میگذاریم. احساسات هر فرد خانواده که چی؟ حتی داخل جامعه احساسات یک دوست ما، یک همسایه ما برای ما مهمه. پس بهتر اینه که سر کار بکنیم. تحقیقات هم ثابت کرده کسایی که از لحاظ EQ یا ایموشنال کوالیتی یا کیفیت عاطفی اشخاصی هستن با احساس و با عاطفه رشد کردن، اینا در تمام امور زندگی، اهم از کار، خانواده، رابطه، اقتصاد، به مراتب موفق‌تر نسبت به کسایی که سطح IQ از اونا بالایه اما سطح EQ یا انکشاف عاطفی از اونا پایینه. پس خوبه که تمرین بشه، احساسات برای ما مهم باشه، سعی بکنیم با احساسات همدیگه آشنا بشیم، به احساسات همدیگه احترام بذاریم و درست اون درک بکنیم. پس مثلا تشویق هم میتونه شامل این مسائل باشه، باید تمرین بشه و از دید ما پنهان نمونه. تشکر. خوب این فهمیدیم که تشویق کردن خوب هست و والدین باید اطفال خود تشویق بکنن، اما چیزی که خیلی مهم است این است که تشویق کردن از خود شرایط داره و یا اینکه در زمانی که طفل تشویق میکنن یا فرزندان خود تشویق میکنن چی نکات رو باید متوجه باشن، چی نکات رو باید رعایت بکنن. این هم فکر میکنم یک مسئله خیلی مهمه که میتونه در واقع در روند تشویق کردن نقش اساسی داشته باشه. اگر پیرامون از این مسئله معلومات بدین. دقیقاً اگر نکات که شما به عنوان یک سوال پرسیدین مد نظر گرفته نشه، تشویق ما موثریت نمیتونه داشته باشه. این نکات چیه؟ یکی اینه که
مشوقه یا چیزی که به عنوان تشویقی میدین بعد از عمل انجام شده باشه. یعنی اگر طفل ما یک چیز کار خواستیم از او انجام داده، فاصله بین عملی که انجام داده و چیزی که ما به عنوان تشویقی میدیم زیاد نباشه. درست؟ یعنی بعد از اینکه کار انجام داد ما رو تشویق خود انجام بده. خاصیت خودت دست میده. دقیقا. درست؟ هر چیز از خود وقتی داره. مثلا طفل ما زمانی که میبینیم داره کار خونه خود مقبول انجام میده، آخه طرف از یک خنده میکنیم، مثلا اون یک ناز و نوازش میکنیم، مثلا صورت از یک دست میکشیم، یک آفرین میگیم، همون لحظه این نیاز هست که به همون لحظه تشویق بشه. اما اینکه مثلا آماده درس خونه نوشته به طرف شما نگاه میکنه، میخواد که مورد تایید قرار بگیره، شما هیچ احساس نسبت به اون ندارین و مورد تشویق قرار نمیدین، بعد از یک هفته مثلا رو میخوایم تشویق بکنیم، آفرین تو درس خوب نوشتی، خب این مؤثریت این نداره که شما بعد از عمل دقیقاً که کی بوده، کجا بوده، چی وقت بوده. درست؟ نه. پس یکی باید مشوقه بعد از عمل انجام شده صورت بگیر، یعنی فاصله بین ازو خیلی زیاد نباشه. یکی باید چیزی که به عنوان تشویقی و مشوقه میدیم تناسب با کار انجام شده داشته باشه. یعنی خیلی بالاتر هم نباشه و خیلی پایین‌تر هم نباشه. و یکی مثلا بعض وقتا میبینیم که از طفل یک کار خیلی خورد میخوایم، طفل یک کار خیلی جزئی رو انجام میده، اما ما بیش از حد ذوق میکنیم یا بیش از حد یک جزئی کلونر به ارزو میدیم. اینجا میشه که تناسب به هم میخوره بین عمل انجام شده و مشوقه که ما به طفل میدیم. بهتر اینه که یک تناسب وجود داشته باشه، هر کار به اندازه خود از او سعی بکنیم تشویق بکنیم، و زمانی که کار تبدیل به عادت شد دیگه ما نیاز نیه که این عمل باز هم تشویق بکنیم. البته میتونیم تمجید بکنیم، اما دیگه ما هر دفعه بعضی به عنوان مشوقه چیزی بدیم شاید دیگه نیاز نباشه. و به شکلی هم نباشه که طفل شرطی بشه. یعنی چی؟ یعنی همیشه در برابر چیزی که برای از اون میدیم کار خوبه رو انجام بده. به هیچ عنوان طفل رو باید ما شرطی نسازیم که همیشه برای از او به هر حال مثل رشوه یا جزیه بدیم یا کار رو انجام بده. و در خصوص با تناسبی که صحبت کردیم، بعضی وقتا میشه طفل یک کار کلان رو انجام بده. مثلا به طفل میگم اگر امسال نمرات عالی بود یا اگر امسال کامیاب شدی ما بهت یک تحفه میخرم. خب طفل تمام سعی تلاش خود کرده آماده، شما مثلا برای ازو چی کار میکنین؟ یک لسک میخرین، یک بادکنک میخرین. خب این تناسب با کار بزرگی که انجام داده نداره. درسته؟ پس ما باید تناسب ایجاد بکنیم بین عمل انجام شده و تشویقی که قرار هست به عنوان مشوقه ما برای ازو بدیم. یک بحث دیگه اینه که همیشه سعی کنیم که توقعات خود از اطفال خود مدیریت بکنیم. همیشه خانواده ها فشار میارن سر طفل خود که تو بعد اول نمره بشی. چرا اول نمره نشدی؟ چرا بچه که خود اول نمره شد؟ چرا پارسال اول نمره شد امسال سوم نمره شدی؟ اگه طفل مثلا پارسال اول نمره شده باشه امسال سوم نمره، معمولا خانواده چی میگن؟ تو چی کم خوردی بودی؟ پریسال تو مثلا چه کار شده بود که پریسال یا پارسال اول نمره شدی امسال سوم نمره شدی؟ یک نکته که خیلی مهمه، بیم خود ما پیش خود رو قضاوت بکنیم. همه ما کسایی که تاثیر کردیم به مکتب درس خوندیم، چند درصد از اون درسایی که داخل مکاتب تحت عناوین مختلف خوندیم یادمون مونده؟ مطمئنم که پایین‌تر از 20%. ما چه کار میکنیم؟ از زمانی که طفل خب سن 6 سال 7 سال که طفل به مکتبی آمادگی میره، این شروع تقریبا دوره کودکی نه، درسته؟ ما میگیم تمام این زمان تا تکمیل سن 18 سال که طفل از مکتب فارغ میشه، این تماما دوره استرس و استراب و بحران و طوفان برای طفل تیار میکنه. به چه شکل؟ که همیشه استرس وارد میکنه که تو باید نمرات عالی باشه، درجه تو عالی باشه، تو نمره بعد فیکس بگیری. همیشه خانواده پیچندگی میشینن، همیشه تحت فشاره، همیشه تحت استرس، همیشه تحت فشاره. اگر یک بار دوم سوم نمره بشه نگاه میکنی که او فکر میکنه یک افت بسیار زیاد کرده و یک ناکامی تجربه کرده. در صورتی که ما باید اجازه بدیم طفلا خود بازی بکنن، تلاش بکنن، ورزش بکنن، تلویزیون نگاه بکنن، با همبازی‌ها خود فرصت داشته باشن، در کنار از اون درس خود بخونن. همین اندازه که طفل ما موفقه و درس خود اگر عالی نیست خوب هست، من فکر میکنم خود شخصا طفل ما اگر تمام وقت خود در کارهای مختلف، در ورزش، در تفریح، در بازی اینا مصرف میکنه، استرس زیادی به خود وارد نمیکنه و در کنار از اون نمرات خودم خوب میگیره، این به مراتب بهتر از اینه که تمام امور خود کنار بگذاره، فقط درس بخونه و عالی بگیره. این نتیجه بهتری هم میتونه داشته باشه. پس همیشه نه، بیش از حد به اطفال خود استرس وارد نکنیم که همیشه باید اول نمره باشه، همیشه باید ممتاز باشه، همیشه باید نمونه باشه. اجازه بدیم که طفل ما بازی بکنه، به اصطلاح وقت بازو بگذاریم، فیلم نگاه بکنه، برنامه داشته باشیم، تقسیم اوقات داشته باشیم. در برنامه گذاشتیم مثال زیاد صحبت کردیم، اما در کنار از اون درس خورم بخونم. همیشه توقع نداشته باشیم که در مدارج عالی
درجه های عالی او موفق بشه. اگر یک طفل امسال دهم نمره شده، سال دیگه تلاش میکنه 8 نمره میشه، برات یک موفقیت خیلی کلانه. اما طفل ما اگر اول نمره شده، امسال دوم نمره میشه، دیگه احساس ناکامی میکنه. بهتر اینه که ما توقعات خور مدیریت بکنیم و چیزی که مطابق به توان طفل بهم اور چیکار بکنیم، از طفل خود درخواست داشته باشیم. تشکر. واقعا عمیق است. در تقسیم اوقات یک طفل باید تمام این برنامه‌ای که شما یادآور شدین جای بگیره، هم مشروط و منوط بری که مدیریت بشه، یعنی از طرف والدین مدیریت بشه، به خاطر که طفل خب در شرایط نیست که بتونه تمام قضایا رو خودش مدیریت بکنه. طفلا بیشتر به بازی علاقه مندن و وقتی که داخل کوچه میرن بازی میکنن یا تاثر رو میرن بازی میکنن، شما دیگه پس اونا اگه نخواهیم شاید تا با شما بازی کنن. به این خاطر خوب هست که یک تقسیم اوقات به قبل شما وجود داشته باشه، تایم ورزش، تایم سطری، کارتون نگاه کردن و مسائل مثبته که میتونه در واقع تأثیرات خوبی داشته باشه روی کودکان، این مسائل گنجانیده بشه. و بیشتر بحث شرطی شدن رو شما یادآور شده، این چیز خیلی خوبی هست. خیلی وقتا اتفاق میفته مثلا پدر یا مادر به طفل میگه اگه تو این کار رو تانستی انجام بده تو جایزه میدم، اگر نتونستی پس جایزی هم خبری نیه. خب این اگر مدیریت نشه فکر کنم که باز اون تاثیرات لازم خود نداره دیگه. فقط یک شرط در میان مطرح شد که باز اینه میتونه که در واقع همو توقعات ما را در واقع برآورده بسازه. واقعیت و این خیلی مهم است. بعضی وقتا میشه که والدین در خیلی از موضوعات در خیلی از عرصه ها توجه نمی کنن و یا به مکلفیت ها و مسئولیت های خود رسیدگی نمی کنن، یا هنچی که باید والدین انجام بدن از او بیخبرن. حالا در این قسم موارد چی باید بکنن و پیام شما و گفتنی شما به چنین والدینی که حالا نمیگم بی برنامه، والدینی که شاید خیلی مسئولیت ها خود درست انجام ندن چیست؟ ما دو بحث داریم. یکی اینه که غفلت در بحث اطفال خو میکنن، مسئولیت ها خود در قبال طفلا خود درست انجام نمیدن، هیچ وقت توقع هم نداشته باشن طفل از اون از لحاظ تعدیب و لحاظ شخصیت مثل اشخاص باشه که برای طفل خود وقت میگذارن و غفلت نمیکنن. چون در برنامه گذشته ما آمادیم خیلی از مسائل صحبت کردیم و در برنامه بعدی هم انشالله ما شیوه ها یا روش های فرزند پروری صحبت میکنیم که چهار سب یا شیوه یا روش بحث میکنیم اینجا که معمولا خانواده ها معمولا از یک سب یا یک شیوه استفاده میکنن. یک بحث دیگه داریم که خیلی مهم و غفلت در قبال خود هست. خیلی خانواده ها دارن در قبال خود غفلت میکنه. خانواده ها دیدیم که به قول رو گفتین از کم خود خود میزنه به کم طفل خود میده. مثلا میگم اگر ما داخل خانه چهار نفر اعضای خانواده وقتی که چهار دونه سب داریم، شاید متوجه شده باشین طفل میگه من یکی نمام دو تا، مادر میگه خیلی من نمیخورم میدم به دختر اخو، من نمیخورم میدم به بچه اخو، یا مثلا بعضی وقتا میگن تو کلانتری او خوتر تو، مثلا اگر سیب داری میوه داری یا ترقلا داری بده برای ازو بده، یعنی طفل مجبور میکنیم که از حق خود بگذره. ما یک خواهش ما از تمام والدین عزیز اینه که لطفاً برای خود خواهم برسین، لطفاً برای خود خواهم وقت بگذاریم، لطفاً برای خود خواهم رسیدگی بکنیم. شما دارین در دنیا زندگی میکنین و قرار هست که یک بار زنده باشین زندگی بکنین. تمام هر چی که دارین بیش از حد با طفل هم لازم نیست که ما برسیم، یعنی باید پدر مادر هم همون حق و حقوقی که دارن برای از او برسن. درسته. یک تحقیق در کشور آمریکا انجام شده، یک تحقیق چندین ساله، وقتی ما در خصوص با تحقیق صحبت میکنیم بعضی تحقیقات تا 70 سال طول کشیده. در این تحقیق نشون داده شده که در آسایشگاه ها یا جایی که خانه سالمندان هست رفتن تحقیق انجام دادن که بیشترین کسایی که پدر مادر خود به خانه سالمندان میارن کیا هستن. این تحقیق نشون داده شده که بیشترین کسایی که توسط اطفال خود به خانه سالمندان آورده شدن پدر مادر یا والدینی بودن که در دوره طفولیت اطفال خود همه چیز از خود خود میزدن به طفل خود استفاده میکردن. زمانی که ما همه چیز حق خود خور به طفل خود میمدیم، در حقیقت از دوران طفولیت طفل برای از یاد میدیم که تو مهمی، من اصلا مهم نیستم. پس وقتی که به طفل یاد میدیم که او مهمه، ما مهم نیستیم، هر چیز ما مال خود خو مثلا حق خود خو باز میدیم، او هسته هسته یاد میگیره که والا ما آدم مهم میام، پدر مادر مهم نیستن. همینه که زمانی که کلون میشه، وقتی پدر مادر پیر میشن دیگه حال و حوصله مواظبت یا محافظت از اینا نداره، چون فکر میکنه خود از او مهمه، سعی میکنه که پدر مادر رو به یک مراجع روان بکنه، به یک مرکز روان بکنه که خود از او چون آدم مهم از دید خود خو هست راحت بشه. اینه که نگاه میکنه اون مکلفیت خود خودم طفل درست انجام نمیده. وقتا نگاه میکنیم مادرها مخصوصا از پیش طفل نکه چیزی میمونه، وقت اونا میخورن.
خب یک بحث ما خود والدین خوبه که مطرح بکنم که والدین گرامی، شکم ما و شما سطل آشغال نیه که هرچی پیش طفلمون ما بخوریم یا هر چیزی که پیش از اون اضافه آمار ما بخوریم. از دوره طفولت اطفال خب به آشنا بسازین و به این چیز عادت بدین که هر کس اخو حق داره. اگر 4 سیب دارین 4 نفر خانوادیم هر کدوم یک نوشه جان بکنین. اگه طفل شما هر چقدر هم که بیتابی یا گریه میکنه حق خور به طفل ندیم، حق طفل کلانتر به خودتر، خودتر به کلانتر ندیم. از دوره طفولیت اطفال خو یاد بدیم که به حق خو قناعت داشته باشن. بله واقعا به نکته بسیار مهم اشاره کردین و شاید فرهنگ که امروز در خانواده حاکم هست و یا شیوه زندگی که حاکم هست این چنینی که شما گفتین نباشه. یعنی محبت والدین و صمیمیت والدین نسبت به اطفال بسیار زیاد هست، اما خب در خیلی از موارد اگر این مسائل رو متوجه نشن شاید این تبعات که شما گفتین باز اینا یک زمان داشته باشه. به این خاطر خوب است که این موضوعات رو متوجه باشن و در واقع طور قضایا رو مدیریت بکنن که هم در حال و هم در آینده باز تأثیرات منفی نداشته باشه. تشکر آقای مهدی عزیز، واقعا به موضوعات بسیار مهم اشاره کردین و بحث مهارت تشویق کردن بسیار مباحث جالبی در خود داشته و از شما شنیدیم. انشاءالله که توقع ما این است که خانواده ها و والدین گرامی از این موضوعات استفاده بکنن تا اینکه فرزندشان همو تربیت سالم را انشاءالله فرا بگیره. بازم تشکر که به برنامه آمدین، انشاءالله که در برنامه های بعدی هم باز شما رو با خود می‌داشته باشم. خواهش می‌کنم، من تشکر می‌کنم از شما تمام دست در کاران و زحمتکش شما. امیدوار هستیم برنامه‌ای که ما حضور پیدا می‌کنیم و صحبت‌های برای عزیزای بیننده داریم مورد توجه و استفاده هم عزیزان واقع شده باشه. تشکر از شما، باز هم ممنون از شما که بیاین هر هفته و مباحث رو مطرح می‌کنین و باز هم خواستم و تقاضای ما از خانواده‌های گرامی همین هست که این مباحث سر وقتی که توسط کارشناس برنامه مطرح میشه مد نظر بگیریم در محیط خانه و سعی بکنیم که از این روش ها و از این متد ها استفاده بکنیم، به خاطر که هدف همی هست که شما در واقع هنمی موضوعات در سطح خانواده و در محیط خانواده نادیده بسازین. بازم سپاس برای شما، روزی موفقیت دارین. تشکر، زنده باشین. و ممنون از شما همراهان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستین. برنامه حسر عریوا ادامه داره، انشالله در ادامه برنامه با ما همراه باشین. اما قبل از او یک میان برنامه رو با هم میبینیم.